سلام، وقت همگی بخیر. با عزتون تو این جلسه آموزش نرم افزار گشت و نگهبانی رو داریم. نرم افزار گشت و نگهبانی، اول خدمتتون عرض کنم که یه ورژن 2.2.0 رو حتما با بابت دستگاه های G100 باید نصب بکنیم و دیتابیسی هم که استفاده میشه همون دیتابیس های گشت و نگهبانی سابق هست، فقط قسمت گاردن پاترولش که الان من تجمیع کردم با دیتابیس های دیگه هم تو اینجا، دیتابیسش متفاوت میشه. دیتابیس گاردن پاترول توی دیویدی هایی که بابت دستگاه G100 نصب میکنیم توی پوشه به اسم دیتابیس 2008 ورژن 2.2.0 هستش که این جداگانه باید کپی بشه تو مسیر، ولی من اینجا همه رو یک پارچه تو همین پوشه دارم. به هر حال من این دیتابیس ها رو توی مسیر نصب کپی کردم و اتچ کردم. جنرال رو داریم، گاردن پاترول رو داریم، پرسنل رو داریم و سکیوریتی دیتا برای پالیس افزار استودیو. شروع مدیریت گشت و نگهبانی. نام کاربر یک، کلمه عبور. الان من دستگاه رو هم وصل کردم به سیستم کامپیوتر USB رو و الان متصل. برای شروع بعد نصب و راه اندازی داخل نرم افزار، برای تنظیم دستگاه از قسمت تنظیم دستگاه رو باز میکنیم. یه تعیین کد دستگاه رو میزنیم، دستگاه رو شناسایی میکنه و یه ویبرم دستگاه میزنه و حالا میتونیم نام شرکت یا مجموعه رو بزنیم و ذخیره کنیم. این برای شناسایی دستگاه حتما از تنظیم دستگاه استفاده میکنیم. مرحله بعد از لیست دستگاه ها، ممکنه چند تا دستگاه داشته باشیم، دستگاه هر دستگاه رو وصل میکنیم، بستگی به لایسنس نرم افزار هم داره البته. دستگاه رو با USB سیستم وصل میکنیم و دریافت اطلاعات دستگاه رو میزنیم. دستگاه G100 ویبره میزنه و کد 5351 رو شناخته. همین رو ویرایش میکنیم و اسم دستگاهمون رو براش در نظر میگیریم. به عنوان مثال من گشت و نگهبانی در نظر میگیرم، یا اگه چند تا دستگاه داری اسم همون دستگاه رو میتونید بزنید دیگه. از اخیر مرحله بعدی تعریف نگهبان هامون هستش. برای تعریف نگهبان مرحله اول این هستش که اطلاعات رو توی قسمت اطلاعات پرسنلی که تبش رو اینجا معمولا داریم وارد کنیم. مثل اطلاعات پرسنلی وارد کردن توی نرم‌افزار حقوق و دستمزد هست که جدید میزنیم پرسنل رو وارد میکنیم، فقط نام نام خانوادگی. الان توی این ورژن چون دیتابیس حقوق دستمزد من از قبل اتچ بود، من مجدد دیتابیس گشت و نگهبانی کنارش ریختم، این تب پرسنل رو نیاورده، ولی همینجا میتونید از قسمت پرسنل رو اضافه بکنید. این تب اطلاعات پرسنلی که میبینید، البته من الان از نرم‌افزار حقوق دستمزد استفاده کردم، چون این تب اطلاعات پرسنلی مشترک توی حقوق دستمزد و توی گشت و نگهبانی با یه سری محدودیت. توی گشت و نگهبانی فقط پرسنل رو داریم، احکام رو دیگه نداریم. یه پرسنل اضافه میکنیم، پرسنل اطلاعات شناسنامه جدید. حالا باز هم مثل حقوق دستمزد نیازه که این فیلد ها حتما پر بشه. نام بذاریم اسمش نگهبان یک، و فعلا صفر بذاریم. دو تا نگهبان مثلا تعریف کنیم که اینجا تو لیست استفاده. این دو تا نگهبان رو من تعریف کردم. حالا مرحله بعد، یعنی تعریف نگهبان داخل گشت نگهبانی، حتما دو مرحله هستش. مرحله اول اطلاعات پرسنلیشون رو وارد میکنیم، مرحله دوم تگ رو که خوندیم با دستگاه ویرایش میزنیم و از این آپلود و اون لیستی که داریم نگهبان رو انتخاب میکنیم. عرض کردم ممکنه تو ورژن بعدی این اصلاح بشه و همینجا پرسنل رو وارد بکنیم، نام و نام خانوادگی نگهبان رو. دیگه نیازی به
تبع اطلاعات پرسنلی نباشه، ذخیره. در هر صورت ما یه پرسنل به عنوان نگهبانی یک تعریف کرد. نگهبان دیگه هم خواستیم تعریف بکنیم، مجدد با دستگاه کارتش رو میخونیم، دریافت اطلاعات از دستگاه رو میزنیم، اوکی، انتخاب میکنیم ویرایش و از این قسمت نگهبان دو رو انتخاب میکنیم و هر تعدادی نگهبان داشته باشیم به هر نفر یک کارت اختصاص میدیم و اسمشون رو وارد. مرحله بعدی برای راه اندازی نرم افزار گشت نگهبانیمون لیست نقاط بازی هستش. ابتدا با دستگاه اون تگ محل گشت‌زنی رو میخونیم، دریافت اطلاعات از دستگاه رو میزنیم و اینجا هم سه تا تگ آورده. علتش اینه که اون دو تا تگ نگهبان رو مجدد اینجا آورده. باز پیشنهاد میکنم بعد این که نگهبان ها رو هم تعریف کردیم یک مرتبه از قسمت جمع‌آوری اطلاعات دستگاه رو پاک بکنیم که مطمئن شیم این تگی که زدیم دقیقا همین آیدی است که میاد. مجدد من تگ محل گشتن رو دستگاه خوندم، دریافت اطلاعات از دستگاه و این دقیقا تگی هستش که الان زدیم. الان مطمئن هستیم ویرایش و در قسمت نام محل نگهبانی محل مورد نظر رو وارد میکنیم. خب یه نام براش در نظر میگیریم به عنوان مثلا به عنوان مثال درب مثلا یک ذخیره. یه تگ دیگه هم میخونیم. تگ ها حالا براتون فیلمش هم میذارم، عکسش هم میگیرم که چجوری با دستگاه تگ رو میخونیم. تگ های شبیه کارت RFID هستن که نصب میشه تو اون محلای گشتنی، حالا یا با پیچ یا با چسب یا پشت شیشه. اون تگ ها باید با دستگاه خونده بشه، اسم گذاری بشه و جای مورد نظر نصب بشه که نگهبان بر اساس برنامه یا بدون برنامه ساعتی از اون نقاط بازدید بازدید کنه. یه تگ دیگه، یه تگ جدید من با دستگاه میخونم که دستگاه ویبره میزنه، دوباره دریافت اطلاعات از دستگاه رو میزنیم و کد این محل گشتنی جدید رو هم میاره، ویرایش و مجدد اسم جدید رو در نظر میگیره. بر اساس نیاز مجموعه مختلف این تعداد تگ هامون میتونه متغیر باشه، هرچی بزرگتر باشه یا هر چقدر نقاط استراتژیک بیشتری داشته باشه کارخونه یا مجموعه به تعداد تگ‌های بیشتری برای گشتنی نیاز داره. من فعلا با دو تا تگ کارو پیش میبرم ولی ممکنه توی مجموعه این تگ‌ها 10 تا باشه، 10 تا نقطه رو بخواد نگهبان بازدید بکنه، ممکنه 100 تا باشه، ممکنه 50 تا باشه. به هر حال بر اساس نیاز مجموعه متفاوته. ممکنه یه ساختمون چند طبقه داشته باشیم، مثلا 10 طبقه، نیاز باشه تو هر طبقه چند تا تگ نصب بشه تو جاهای مختلف، راه رو، راه پله یا اتاقهای مختلف. پس نیاز برای ساختمون 10 طبقه حداقل 30-40 تا تگ داشته باشیم. بعد از تعریف نگهبان ها و نقاط بازدید، مرحله بعدی از قسمت پیکربندی عملیاتی، پیکربندی مسیر، مسیرمون رو انتخاب میکنیم. نام مسیر، این مسیر میتونه چند تا مسیر مختلف باشه یا میتونه یه مسیر باشه که شامل همه نقاط بازدید باشه. اگه نیاز باشه مسیرهای مختلف تعریف کرد، مثلا مسیر طبقه اول، مسیر طبقه دوم، اگه طبقات رو بخوایم مثال بزنیم، یا چند تا مسیر مختلف میتونیم اینجا تعریف بکنیم. پس من یه مسیر گشتنی تعریف میکنم و ذخیره. حالا تو این مسیر گشتنی که ایجاد کردیم کدوم نقاط بازدید قراره بازدید بشن؟ من هر جفتش رو انتخاب. ساده ترین
نوع تعریف تو نرم افزار گشت نگهبانی این هست که یک مسیر گشت زنی داریم و به تعداد نقاط بازدیدمون اینجا همه رو تیک میزنیم و اون مسیر شامل همه نقاط بازدید میشه و وقتی نگهبان نقاط رو بازدید میکنه گزارشش رو به ما میده. دقیقا الان ساده ترین راه برنامه ریزیش رو داریم پیش میریم، ولی بعد آنتراکی که داریم حتما یه نوع مسیردهی یا چند نوع مسیردهی هم که هست با جزئیات اونم خدمتون توضیح میدم. پس الان فعلا یه مسیر ایجاد کردیم با همه تگ هایی که داریم، با همه نقاط بازدید. کار راه اندازیمون تموم شد، یعنی نگهبان ها رو تعریف کردیم، نقاط بازدید رو تعریف کردیم و مسیر مورد نظرمون. حالا باید با دستگاه کار انجام بدیم. پس نگهبان اول برای شروع کارت، برای شروع کار اول کارت خودش رو به دستگاه میزنه که اعلام کنه به دستگاه که الان میخوام شروع به کار بکنم. بعد با دستگاه شروع به گشت زنی میکنه و به هر نقطه بازدید که میرسه جناب آقا جانی حتما زمان بازدید هم معرفی میکنه و نگهبان به هر نقطه بازدید که میرسه با دستگاه اون نقطه رو بازدید میکنه، فقط دستگاه رو مقابل تگ قرار میده. الان من این کار رو انجام میدم و تگ ها رو با دستگاه میخونم که گزارشش رو بگیریم. من با نگهبان یک دو تا نقطه بازدیدی که داشتیم رو الان یه بار خوندم. برای گزارش گرفتن از قسمت دریافت اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات، اطلاعات دستگاه رو دریافت می‌کنیم یا جمع‌آوری می‌کنیم. تاریخی که برای ویو هم داریم تقریبا یک هفته اخیر رو نشون میده که میتونیم تغییرش هم بدیم و دکمه تغییر رو بدیم. جمع‌آوری اطلاعات رو می‌زنیم، دستگاه ویبره می‌زنه و اطلاعات رو استخراج می‌کنه. بعضی از اطلاعات انتقال نشده، آیا دستگاه پاک شد؟ در صورت پاک شد یس بزنید. حالا که دستگاه تخلیه شد با این دستور جمع‌آوری اطلاعات، مرحله بعدی میتونیم گزارش بگیریم. بس از قسمت گزارش گیری اطلاعات دستگاه و نمایش گزارش. من گزارش رو بیارم توی صفحه که شما مشاهده بکنید. حالا این یه سری تعدادهایی بود که قبلا خورده بود رو دستگاه که پاک کردیم، ولی وقتی پاک میکنیم رو قبلش دریافت میکنیم دیگه. 11:10 حالا تعداد داشتیم، البته ساعت تاریخ دستگاهمون مشکل داشته، احتمالا این تاریخ ها رو میبینیم. چیزی که الان ما مشاهده میکنیم برای نگهبان یک و دو، این برای تعریف کردنشون بوده که لاگ انداخته، این برای تعریف کردن نقاط بازدید بوده و همینطور لاگ انداختن کارت زدن خود نگهبان. الان با نگهبان یک ساعت چه ساعتیه؟ اینا دیگه چیزی که ما زدیم این 14:20 و 14:21 که الان تعداد زدیم. ساعت تاریخ ساعت همون که درسته 2:29 که الان درسته فکر میکنم 22:09 و 14:16 و 14:20 و 14:21 این تعدادهایی بود که الان ما زدیم. این دقیقاً این نوع گزارش گیری و این نوع زمانبندی مثل زمانبندی یا تعریف شیفت توی حضور و غیاب میشه که الان ما ساعتی انجام دادیم. یعنی برامون مهم بود که پرسنل فقط چه ساعتی کدوم نقاط بازدید رو و تو چه تاریخی بازدید کرده. زمانبندی که الان انجام دادیم، پیش‌فرضی که هست، زمانبندی ساعتی هستش. حالا جلوتر حتما زمانبندی میکنیم که سر چه ساعتهایی گشت‌زنی انجام بشه یا از چه ساعت تا چه ساعتی گشت‌زنی انجام بشه، یا یه نوع زمانبندیش هم که تاریخه، توی چه تاریخی گشت‌زنی انجام بشه. زیاد کاربرد نداره، مثلا برای یه سری مجموعه کارخونه‌های متروکه است که فقط میگه که توی طول ما
پرسنل نگهبان یه توی این روزها بره اونجا رو یه گشت بزنه. از اون زمانبندی هم استفاده می‌کنیم. سه نوع زمانبندی داریم که همه رو مثال می‌زنیم. من یه سری ترددهای اضافی داشتم توی نرم افزار توی دیتابیس ها. اینا رو میخوام پاک کنم که دستگاه آماده بشه برای بهره برداری اون مجموع. شما بهتره که بعد هر بار نصب پاک بشه، پاک هم نشه مشکلی نداره، چون تاریخ شروع به کارمون معلومه. من از توی دیتابیس گاردن پاترون از تیبل دیوایس دیتا میتونیم همه لاگ های اضافی رو پاک کنیم یا تعدادش رو پاک بکنیم. الان من هر چی که هست رو پاک میکنم. و فعلاً با دیتابیس دیگه کاری ندارم. یک بار شروع میکنم به گشت زنی این نگهبان. اول کارت خودش، بعد نقاط بازدیدی که تعریف شده. معمولاً هم اینقدر سریع انجام نمیشه چون فاصله دارن نقاط بازدید از هم دیگه. اول جمع‌آوری، جمع‌آوری اطلاع، yes. و تو گزارش گیری میبینید که گزارشیه که نمایشیده که میگه نگهبان این کارت دادن خود نگهبان بوده و این نقاط بازدیدی که دیده ساعت هم درست بود. گزارش قبلی که مشاهده کردید یک مقدار ترددهای اضافی داخلش بود. به خاطر اینکه پاک کنم و این گزارش درستمون هستش. جناب آقا جانی پرسیدید که اگه نگهبان دو رو فقط بخوایم، بله میتونیم اینجا فیلترینگ انجام بدیم روی نگهبان مورد نظر، روی نقطه بازدید مورد نظر یا روی دستگاه مورد نظر. تیکش رو میزنیم و نمایش گزارش میزنیم. ولی قبلش اجازه بفرمایید خانم عزیزی هم یه توضیح مختصر میخواستن. من یه جمع‌بندی پارت اول آموزشمون رو، قسمت اول آموزشمون رو انجام بدم، بعد میریم به اون قسمتی که زمان بندی میکنیم و بر اساس اون زمان ها باید گشت‌زنی انجام بشه. خانم عزیزی ببینید ما تو قسمت تنظیمات دستگاه از این بالا هم باز نکنیم، بهتره که ببینید جاش کجاست. از تو تنظیمات دستگاه تعیین کد دستگاه رو میزنیم، بعد اینکه دستگاه وصله به سیستم و کد دستگاه رو میاره و نام مجموعه رو میزنیم و ذخیره میکنیم. از قسمت لیست دستگاه ها هر تعداد دستگاهی که داشته باشیم دریافت اطلاعات از دستگاه رو میزنیم، کدش رو میاره، ویرایش میکنیم و نام مورد نظر رو براش تعریف میکنه. حالا ممکن دستگاه شماره 1 باشه، دستگاه 2، 3 یا اگه یه دونه دستگاه هم باشه اسم میتونی بزنی. من فعلا گذاشتم اسمش گشت نگهبان. مرحله بعدی لیست نگهبانان رو داشتیم که اول از قسمت اطلاعات پرسنلی نگهبان رو تعریف میکنیم که اگه بخواید مشاهده بکنید اینجا هستش. یه تبی هستش که کنار اون گشت نگهبانی اضافه میشه. جدید رو میزنیم، مثل حقوق و دستمزد پرسنل رو وارد میکنیم و ذخیره. بعد از این قسمت کارت نگهبان رو با دستگاه میخونیم، دریافت اطلاعات از دستگاه رو میزنیم. الان خالی هیچی نداره. بعد که این شناسه رو آورد ویرایش میکنیم و نگهبان رو از این قسمت صدا میکنیم. تک به تک باید این کار رو انجام میدیم. بعد نگهبان دو، نگهبان سه و هر تعدادی که نگهبان بودن. اول اسامی رو تو اطلاعات پرسنلی وارد میکنیم و این قسمت کارت ها رو اختصاص میدیم به اسامی. مرحله بعدی لیست نقاط بازدید بود که باز هم مثل نگهبانی تگ مورد نظر، تگ یعنی اون جایی که قرار گشت‌زنی انجام بشه که شبیه کارت RFID هم هست، یه مقدار متفاوت هم شکلش که میشه با پیچ نصبش کرد تو جای مورد نظر یا با چسب چسبوندش یا پشت شیشه قرار داد که نگهبان ها استفاده کنن ازش. خب اون تگ رو با دستگاه میخونیم، بعد دریافت اطلاعات دستگاه رو میزنیم،
اینجا اسم نداره و شما ویرایش میکنید و اسم مورد نظرتون رو این قسمت وارد میکنید. این کار رو برای همه تک ها انجام میدید. مرحله بعدی از قسمت پیکربندی عملیاتی، پیکربندی مسیر، یه مسیر گکسنی ایجاد میکنید به اسم، حالا من اسمش رو گذاشتم گکسنی ذخیره. اینجا مسیر مورد نظر رو انتخاب میکنید و همه نقاط بازی دو تیک میزنیم اینجا که داخل این مسیر قرار بگیرن و ذخیره ها رو میزنیم. برای گزارش گرفتن کاری که حالا روتین انجام میشه، ممکنه روزانه باشه، هفتگی باشه یا اصلا ماهانه باشه، اول دستگاه رو به کامپیوتر وصل میکنید، دریافت اطلاعات رو میزنید، جمع‌آوری اطلاعات. اینجا جمع‌آوری اطلاعات رو که بزنید اطلاعات دستگاه استخراج میشه. حالا چون اطلاعاتی نداشتیم این پیغام میده اوکی، و در نهایت میتونیم از قسمت گزارش گیری گزارش اطلاعات دستگاه رو بگیریم که نمایش گزارش رو میزنیم. این گزارشی هستش که الان گرفتیم که نگهبانه که اول کارت خودش رو زده، شروع به کار کرده، بعد نقاط بازدید رو بازدید کرده، درب یک، درب دو، توی این تاریخ و این ساعت و با این دستگاه. با ممکنه اینا کوتا با هم متفاوت باشه که معلوم بشه با چه دستگاهی این تعدادها انجام شد. خب تا اینجا که یه جمع‌بندی هم قسمت اول رو کردیم و یه مختصر توضیح برای خانم عزیزی، کسی سوالی داشت باشه در خدمتتون هستم، و اینا که اون قسمتی رو شروع بکنیم که میتونیم زمان بندی کنیم، مثل تعریف شیفت داخل نرم افزار حضور و قیام که میتونیم شیفت‌های مختلف در نظر بگیریم. الان کاری که انجام دادیم بابت گزارش گیری فقط ساعتی بود. سلام از شدای میرزایی، پرسیدید که درایور برای کابل ارتباطی رو از کجا باید به دست بیاریم. درایور نداره، دستگاه جی ست که میخواید نصب کنید درایور نداره. دستگاه قدیم درایور داشت که توی سیدی نصب بود، توی دیویدی نصب بود، ولی این دیگه درایور نداره، فقط یو اس بیش رو متصل کنید کافی. خب من این تابلوی بالا رو هم ببندم که شروع بکنیم و زمان بندیم. خب بعد از اینکه نگهبان ها رو تعریف کردیم، نقاط بازدید رو تعریف کردیم، پیکربندی مسیر رو انجام دادیم و مسیر مورد نظر رو تعریف کردیم، حالا میتونیم زمان بندی انجام بدیم. از همین اولی شروع میکنیم که اسمش تعیین بازه تاریخ مسیر هست. انتخاب میکنیم ماه مورد نظر رو اینجا انتخاب میکنیم، ماهی که الان هستیم داخلش 9 رو انتخاب میکنیم و همه روزهای ماه رو میاره. حالا ما باید بگیم تو چه روزهایی باید گکسنی انجام بشه، یعنی یکم با جزئیات بیشتر میچینیم کاره، یعنی باید بگیم که توی این روزها حتما باید انجام بشه و اگه روزی تیک بخوره و نگهبانی گشت انجام نده، اون روز غیبت میزنه داخل گزارش گیری. در حالی که اگه همینجوری با اطلاعات خام جلو میرفتیم، فقط اونایی که انجام شده رو به ما گزارشش رو میدن. به هر حال ما میگیم که یکم رو مثلا گشت بزنه تا دوم، بعد ذخیره، دوباره انتخاب بکنیم ماه مورد نظر رو، نه بگیم مثلا هفتم تا هشتم ذخیره، مجدد انتخاب بکنیم ماه. میخوام یه مثال دیگه بزنم، مثلا 22 21 تا 22. حالا روزهایی که مد نظرمون هست رو اینجا تعریف میکنیم، میبینید و اینجا مثلا میاره 1.9 تا 2.9، 7.9 تا 8.9 و 21 تا 22. خب حالا بریم ببینیم با این تفاصیل گزارشی که میده چطور هستش. گزارش خاص این نوع زمانبندی یعنی تعیین بازه تاریخ مسیر، گزارش بازه تاریخ مسیر هست. تو قسمت گزارش گیری گزارش بازه تاریخ مسیر، ما یه زمانبندی کردیم که توی این تاریخ ها پرسنل گشتنیشو یا نگهبان گشتنیشو انجام ده. حالا این گزارششو بگیریم ببینیم چطوری انجام شد. گزارش خاص این قسمت گزارش بازه تاریخ مسیر هست که انتخاب میکنیم تاریخ مورد نظر فقط 22 رو مثلا میخواییم یا از ابتدا تا انتها رو اینجوری میگیم.
از 1.9 تا مثلا 3.9 و مشاهده گزارش رو میبینیم. طبق زمانبندیمون که ما 1 و 2 باید بازدید انجام میشده غیبت داریم، چرا؟ چون نگهبان گشتنی انجام نداده. پس در به 1 غیبت، در به 2 غیبت، و اگه به تعداد نقاط بازدیدمون اینجا غیبت رو مشاهده میکنیم، اگه 20 تا نقطه بازدید داشتید این غیبت 20 بار تکرار میشد با محلهای نگهبانی. روز هشتم، هفتم تا هشتم هم این اتفاق افتاده، غیبت است. ولی این که بنفشه انجام شده همین امروزیه که ما گشتنی انجام دادیم با نگهبان، پس اینجا میگه انجام شده و ساعت و تاریخش هم بهمون نمایش میده. پس اینطوری ما میتونیم گزارش خاص بگیریم که اول تعریف کنیم تو چه روزهایی گشتنی انجام بشه، بعد که گزارش میگیریم حالا ببینیم تو اون روزها انجام شده یا خیر. الان ببینید فرقش اینه که 1 و 2 انجام نشده، 3 و 4 هم انجام نشده، 5 هم انجام نشده، ولی چیزی به عنوان غیبت برای روزهای دیگه نمیاره. این غیبت ها بابت اون روزاییه که مستلزم این بوده که حتما طبق اون زمان بندی بره ببینه گشتنی شو اون نگهبان، اولا که ندیده میشه غیبت. روزهای دیگر رو زمان بندی اینجا نکرده میگه. خب این یه نوع زمان بندی. سوالی هست راجع به این زمان بندی که مربوط میشه به تاریخ و خیلی درصد کمی از مشتری از این استفاده میکنن. من موردی که خودم تو ذهنم دارم یه کارخونه متروکه بود که هر از چندگاهی نگهبان باید از اونجا گشتنی انجام میداد یا بازدید انجام میداد دیگه، که از این مورد گزارش، از این نوع گزارش گیری یا زمانبندی استفاده کرد. نوع دیگه زمانبندی که ما داریم اینجا مسیرها و ساعت شروع هست. ساعت شروع هست انتخاب میکنیم، روز به روز باید چک بکنیم، یعنی این برای هر روز تکرار میشه. ساعت شروع رو میذاریم مثلا معمولا برای نگهبان شب استفاده میشه، پس میتونیم بذاریم از 19. بعدی رو میتونیم بذاریم از 20 اگه بخوایم سر هر ساعت یه بار گشتنی انجام بشه، و 21 همینجوری، 22 23 بعد هم. حتما الان ساعت 14 رو تعریف میکنم چون ساعت 14 شامل این ترددهایی میشه که الان میخوام مشاهده بکنیم که اگه انجام شد چه تغییری ایجاد کنه. پس ما گفتیم ساعت 14 یک بار گشت انجام بشه، ساعت 19 20 21 22 و حالا بر چه اساسی میره اینو میبینه؟ اون حالا دیگه اون پیکرندی مسیر مهم میشه که اینجا وقتی گفتیم درب 1 رو بره ببینه و درب 2 رو، اینجا وقتی میگیم حداقل 10 دقیقه این برای این مسیرها استفاده میشه، یعنی وقتی گفتیم 19 یعنی حداقل 10 دقیقه بعد 19 فرصت داره این گشت رو انجام بده، اگه تو 10 دقیقه انجام نده غیبت حساب میشه. خیلی سختگیرانه است، من پیشنهاد نمیکنم بهش مشتری، چون مشابهش تو این تعیین ساعت شروع پایان داریم که خدمتتون عرض میکنم. چطور حالا بذارید ما اینو 30 دقیقه در نظر بگیریم، پیشفرضش 10 دقیقه است. و تکترشم 30 دقیقه حد اقلش بشه 15 دقیقه. ذخیره. خب من فعلا مسیر رو ببندم. پس ما اومدیم مسیرها و ساعت شروع تعریف کردیم، حالا گزارش خاصش رو ببینیم. گزارش خاص این قسمت میشه گزارش ساعت شروع مسیر. اینجا میتونیم فیلتر کنیم رو مسیر مورد نظر، نام محل مورد نظر، نام پرسنل یا وضعیت، یا مشاهده گزارش که ببینیم گزارش رو نشون بدیم. تاریخش هم فقط امروز بزنیم مشاهده گزارش. خب من چک کردم این مسیره رو که دستکاری کردیم این مشکل پیش اومده بود. مسیر پیشفرضش خودش تو قسمت پیکربندی مسیر اینو 10 دقیقه حداقل حد اکثر در نظر میگیره. من اینو که تغییر دادن این ذخیره کردم، درست ذخیره نشد به خاطر این گزارشش رو بهمون نداد. به هر حال قسمت گزارش مربوط به مسیرها و ساعت شروع میشه گزارش ساعت شروع مسیر، که ببینید حالا از 1 نگیریم، از
همین چند روز اخیر رو بگیریم، 20 تا امروز تایید و مشاهده گزارش. میبینید که 20 هیچ کدوم از نقاط بازدیدمون بازدید نشده. میبایست در به یک ساعت 19:20 تا 19:30 انجام میشده، در به دو حال برعکس هم شده چون اونجا به ترتیب این تگا میاد تو زمان بندی، یا ساعت 20 رو تعریف میکردیم انجام نشده، ساعت 21 انجام نشده، 22 انجام نشده، 23 انجام نشده و 14 انجام، یعنی هیچ کدوم از اون زمان بندی که انجام دادیم انجام نشده و همش غیبت. برای روز 22 هم انجام نشده، علتش رو بهتون بگم چیه. فقط من ساعت 14 رو هم اضافه کردم که این قسمت رو ببینید. میبینید اینجا میگه تا 14:10 تا 14:20 اجازه داشته درب دو رو ببینه، پس چون نهیده غیبته. میگه میزان سختگیریش خیلی زیاده، ممکنه حالا چند دقیقه این ور اون ور بشه، به خاطر همین میاد اینجا غیبت ایجاد میکنه. آره، و این یکی هم 14:20 تا 14:30 بود، پس ما درب یک رو باید 14:20 تا 14:30 ببینیم، درب دو رو 14:10 تا 14:20. حالا بریم ببینیم این اتفاق افتاده تو گزارش خامه که نیفتاده بود دیگه. ببینید اینجا تعدادامون 14:33 هستش، علتش این. اوکی، بس به خاطر اینکه این 14:33 تو اون زمان بندی نبوده اینقدر غیبت داده. حالا میتونیم یه کاری بکنیم اینجا، صرفا جهت اینکه این گزارش رو مشاهده بکنید، وگرنه که نیازی به تغییرش نیست. حذف میکنم اینو، من 14:20 چون گفته و حداقل 10 دقیقه دیگه تو زمان بندی. میبینید وقتی انجام میشه با کلی سختگیری میگه انجام شده. این پیشنهاد نمیشه چون درصد موفقیت اون نگهبان برای انجام دادن یه نقطه بازدید خیلی میاد پایین. باید دقیقا با ریز جزئیات بره اون نقطه رو بازی کنه که نداریم همچین چیزی. معمولا اینجوری استفاده میشه که خدمتون عرض میکنم. میایم توی این زمان بندی، تعیین ساعت شروع و پایان. ساعت شروع در نظر میگیریم، عرض کردم معمولا از 18 شروع میشه یا 19 برای شیفت شب بیشتر، ولی اگه روز خاصی میتونید اینجا زمان بندی کنید. حالا من از 18 در نظر میگیرم تا بذار 18:01 بزنیم، یا همون 18 تا 18:50 اضافه، یعنی ذخیره کدوم مسیر گشتن. بعدی 19 تا 19:50 ذخیره، همینجوری تا الی آخر. و همین ادامه پیدا میکنه از 1 دقیقه بامداد تا 1 و 1 دقیقه تا 2 و 1 دقیقه تا 3 و تا مثلا تا 6 صبح 7 صبح زمانبندی رو ادامه میده. یه زمانبندی هم الان برای این که مشاهده بکنیم این تعدادهایی که زدیم رو، میخوام که 14 تا 14:59 رو داشته باشیم که ببینید اگه انجام شد چه تغییری ایجاد میشه. خب ما حسنش این بود که ساعت شروع و پایان رو در نظر گرفتیم، ولی تو زمان بندی قبلیمون فقط زمان شروع رو گفتیم و زمان بازدید رو از روی مسیر برمیداشت که پیشنهاد میام نمی کنیم حتما از اون استفاده بکنیم. حالا طبق این زمان بندی بخوایم گزارش بگیریم، میشه گزارش گیری، گزارش بازه زمان مسیر، و بخوایم چند روز اخیر رو مشاهده بکنیم، 20 تا 22 و مشاهده گزارش. میبینید 20 که انجام نشده، 22 انجام نشده، ولی برای روز 22 که الانه این دوتایی که انجام شده رو مهم نیست دیگه، از ساعت 14 تا ساعت 14:59 تو این یک ساعت کجا انجام بشه. میبینید با اینکه 14:33 انجام شده ولی حاضرش رو زده. این گزارش بهتره، سختگیریش بیشتر از گزارش گیری ساعتیه که گزارش خام بود،
و راحت‌تر از اون مسیرها و ساعت شروع. این پیشنهادیه که برای زمان بندی ما میدیم، ولی باز هم اکثر مشتریامون حدود 90% از همون گزارش گیری اولیه که توی قسمت اول جلسه امروزمون داشتیم استفاده میکنن و کار 90% مشتریمون با اون انجام شه، مگه اینکه بخوام با جزئیات داشته باشن که راهش این. در رابطه با این سه نوع زمان بندی اگه سوالی باشه من در خدمتتون هستم. دوستان با عزتون من از حضورتون مرخص میشم، هر سوالی هم داشتید احتمالا ما یه جلسه های دیگه ای داشته باشیم بابت نرم افزارهای دیگه و جمع‌بندی نرم افزارهای دیگه، تو همون جلسه سعی میکنیم یه جلسه جمع‌بندی برای همه هر سه تا نرم افزار حضور و غیاب حقوق و دستمزد و گشت و نگهبانی بزنیم. این فیلم امروز هم حتما تو سایت آپلود میشه، میتونید مجدد داشته باشید. حالا یه مقدارم سعی میکنیم تکمیلش کنیم. من با اجازهتون از حضورتون مرخص میشم، روزتون بخیر.